ریگار تاداس و موشمون رو بیننده عزیز یک بوزی خیلی خوب و خاطرمون امروز در ورزشگاه مرکزی حصار انتظار است. این بوزی اوغوز بخشی دوری دوازدهمی چمپیونات تاجیکستان است. همچنان در این دور یک چند بازی های جالب برگزار می شود روزی استراحتی و ما باور داریم که بازی ها باز هم شکوه شامات خاصه کسب خواهند کرد. و حالا چون آنانا قبل از شروع رقابت دستور سرودی ملی جمهوری تاجیکستان صدا می دهد و بعدا برمیگردیم. دسته ها با بوزی هم میپردازند رگارت از بولیبوس های سفید و تیمی فایسکان بولیبوس های سر رقابت خواهند کرد. بیوی سروان من شما رو پا حیات دووران شناس میکنم. قربان مراد شریپف دووری درجه یکم از شهری سر این بوزی رو دووری میکند. با او حسن کریموف اسیسنت رفری فیفا از شهری نورک و اسمویل نورالیف اسیسنت رفری فیفا از شهری نورک کمک میکنند. دووری چهارم امیرجان خورکاشف دووری درجه یکم از شهری دوشنبه است. با حیات دووران هم برور میخواییم در بوزی امروز و باور داریم که بوزی هم با دوباره آنها خوبتر خواهد شد. خب کپیتان های هر دو دسته فیروز خرایف از ریگار تاداس و شوکت حتم از فایسکانت هلو برای معاین کردن میدان در نزدیک دوباره قرار دارند و اکنون آماده هستیم که شما رو با حیاتی دسته ها آشنا کنیم. شروع میکنیم از تیم ریگار تاداس. در دروازه‌بان کوای گوتسون تحت رقم 16 است، رقم 12 آرتور پرینس، رقم 44 بختیار قلندروف، رقم 21 یعقوب جان احمدوف، رقم 8 فیروز خرایف کاپیتان دسته، رقم 7 رسول فایزوف، 6 شهرت المرودوف، رقم 11 فریدون دولتوف، 20 حکمت الله رسولوف، رقم 9 عبدالخلیل پورونوف و رقم 30 نورالدین امروقولوف. اجرا کننده وظیفه سرمربی در سری ریگار تاداس فرهاد خولبکوف است، نفری که در ریگار تاداس سالیان زیاد فعالیت کرد و اینک حالا بعد از رفتن علی رشید محمدوف او سمت مربی این دسته رو به عهده گرفت. خب حیات دسته فایسکانت گبیکو پراسپر در دروازه‌بان تحت رقم 21، رقم 97 عبدالخالق علیموف، رقم 6 زوفرجان اکبرعلیف، رقم 3 محمود پیروف، 18 ارسن ابام، رقم 8 عوض قمچینوف، رقم 8 مصطفی ملکشیف، رقم 13 عوض قمچینوف، 3 آرتور بوگنون، رقم 77 انوشیروان نفروزوف، رقم 10 محسن عبدالغفاروف و رقم 9 شوکت حاتم کاپیتانی دسته. خب یاردمچی سرمربی دسته فایسکانت ما مربی این دسته محمد علی صادقوف است که در گذشته بسیار یک کارنامه خوب و خاطرمان در تیم ملی تاجیکستان و همچنین یک چند دسته های فوتبال کشور نشان داده بود. خب بیننده عزیز بوزی دسته ها هم با وقتی ما ساعت 19
اوغوز گردید زیرو میدانی مرکزی شهر هیسور برای برگزار کردن بازی خود در همین وقت و ساعت بسیار موفق است و همچنین دستگاه های روشنایی دهنده هم دارد و می توانند دسته هایی که این ورزشگاه رو می خواهند و اجاره گیرند در همین وقت و ساعت امکان دارند که بازی خود رو برگزار کنند. خب فوتبالیست‌های دسته فایسکان بازی رو شروع میکنند از مرکزی میدان، یکی از دسته هایی که در موسم امسال بسیار خوب با نتیجه های خیلی خوبش به حیرت گذاشته است. البته داشتن نتیجه های بعد در موسم امسال مثلا باخت از دسته روشن بویسو بیکالون، ولی در عموم اگر قیاس کنیم با اون قدرتی که فایسکان دارد، با اون هیته که دارد، نتیجه اش بسیار خوب هم هست. یعنی دسته های تلاش کرده است دست که می توانند برای پنج گانه اول مبارزه برند. دیگر تا دست البته موسم خیلی خوب آغاز کرد، نتیجه های خوب هم داشت، اما بعدا در ادامه رقابت مشکلی ها بویس برون شدند دسته زود زود امتیاز از دست داد. و اکنون میبینیم که در نمودن علی راشو محمدف ریگر فرداز با چی نتیجه نوید میشود با رهبری فرهاد خوبکف که همین حالا به حیثی اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته ریگر فرداز فعالیت میبرد. اومن این سال علاقه داوی دوزده هم از خودش اکنون شروع شد و بسیار از دسته هم مربی خود رو از خود روند مثلا بسیار از مقام خود رفتن حسین خوجایف از تیم خوجایند خوجایف رو شما مادف از ریگر تا دست خوب بعدن اهلین توردیف از کلوبی مرکزی ورزش ارتش و این گناه ها خیلی هم زیاد بودن. اکنون در ادامه کی وظیفه سرمربی دسته ریگر تا دست رو با دوش میگیرد تا حال معلوم نیست بینندای عزیز و چیزی معلوم اون است که همین حالا رهبریت دسته ریگر تا دست با فرهاد خلبکوف امکانیت هم دادن که شاید تو اون که در فوتبال ما تنفس می شود آخرین بازی ها پیش از تنفس 24 میلیون برگزار می شود تا او با سمت سرمربی دسته ریگر تا دست فعالیت برد. خب البته نامزد ها هم شاید داشته باشند رهبریت دسته ریگر تا دست برای وظیفه سرمربی، البته این رو خود اونها هم میدونند. خب مربیان زیاد هم گفته می توانیم که شاید در روی خطی من رهبریت دسته ریگر تا دست قرار دارند و البته از بین اونها بعدن یکی رو انتخاب میکنند و با این وظیفه پیشبری خواهند کرد. حالا با تو فوتبالیست‌های دسته ریگر تا دست پس از کناری چپ میدان و میبینیم که فوتبالیست‌های ریگر میخوان از مرکز میدان توپ رو زیر نظارت خود بیان. رسول فایزوف اینجا پس از چندان خوب نبود با فیروز خرایف فشاری عوض خمچینوف بویس برون میشود که توپ از میدان بیرون شود. معلوم میگردد که توپ از پای او از میدان بیرون شده است. فیروز خرایف پرتو با نوریدین همراقولوف ادامه این حمله ریگر تا دست و نوریدین اشاره میکند که مقابل قاعده بازی ویران شده است. حملگر ریگر تا دست هم امروز زمانی که هیئت دسته منتخب تاجیکستان اعلان شد با تیم منتخب دعوت گردید است. البته این موضوع بسیار دیگر هم هست که کیها با تیم منتخب دعوت شدند. البته سوال ها هم هستند با سرمربی تیم ملی کشور که چرا بعضی بازیگران که بسیار نتیجه خوب در موسم امسال چمپیونات تاجیکستان نشان داده استند دعوت نمیشوند و تیم ملی. این البته یک موضوع دیگر هم هست و به هر صورت نوردین همراقولوف نماینده از ریگر تا دست برای اشتراک در جام کافا که ماه ایون برگزار میشود در ازبکستان دعوت گردید و او یگانه بازیگر از تیم ریگر تا دست است و همچنین بازیگران دیگر هم از کلوب های دیگر دعوت شدند و ارزنده ها هم بودند که دعوت نگردند، از جمله بندشه بنده کاپیتان دسته فایزگان شوکت هوتام که موسم امسال را بسیار خوب پشت سر دارد. به هر صورت در برابر حملگران یکی از نامزدها، یکی از دعواگران اساسی هم برای دعوت به تیم ملی بود ولی البته دعوت نشد. این کار رو خودی سرمربیان تیم ملی میدونند که چرا دعوت نشدند و البته با تیم ملی ما هم برور میخواهیم نوبسته است. همه چیز در جام کافا که باری اول میانی تیم های منتخب برگزار میشود. حمله دسته ریگر تا دست اما به نتیجه پرتوب هم چندان خوب اجرا نگردید با جریمگاه دسته فایزگان. این کار رو همین حالا بازیگر رقم 11 میخواست انجام دهد ولی موفق نگردید، فریدون دولتوف. بازیگری که در مقابل دسته کوکتوش بسیار یک گل خوب دوهم و دروازه تیم کوکتوش زد. اومان اون بازی
بسیار بازی کشاد بود از سوی هم ریگارتاداس و هم کوکتوش و شدگان اهدین توردیف توانستن موفق شوند. حالا دومه حمله ریگارتاداس زرباز من صفحه دور و این هم رسول فایزف بود ولی زربا رو بار میگرداند در زمان گویکو پراسپر. ببینید از مرکزی میدان وریانت ها بودند برای ادامه دادن حمله از جانب فایزف ولی او زربا زد. اولین امکاناتی خفنوک در بازی موزا ماست با فایده فلوبوزان ریگارت هداس بود که رسول فایزف همین گونه امکانات رو به میان آورده توانست. خب فیروز خرایف والا اورو میکنه بوسینگارون رو نفهمی میونی بوسینگارون ریگارت هداس اینجا با میون میآید بیننده عزیز البته این میتواند با روحیه اونها تاثیر رساند. اکبر علیف پرتوب خیلی هم بلندی عبدالخالق علیموف با خط حمله و اونجا آواز قمچینوف تلاش کرد و داور اشاره میکند که حالت آفساید با قید گرفته شد از خط حمله دسته فایزکان. خب بیننده عزیز خودتون باید کرد که در این دوره رخوات های چمپیونات مملکت بازی های خیلی خوب مو شما رو در پیش است. البته بازی هایی که میتواند موقع بعضی دسته ها رو در جد ولی مسابقه تغییر دید. امروز در برابر دیدوری دسته های خب ریگارت هداس فایزکان همچنین بازی اسخاتا و حسیلوت همین هولو با انجام نرسید است. هولو جریان دارد قسم دویم رقابت و همچنین پاگو بوزی خوجاند کوکتوش برگزار می شود. خطلون کلوب مرکزی ورزش ارتش و استقلالو راوشان بوزی بسیار خوب از البته از همه بوزی مرکزی رقابت استقلال و راوشانی کلوب است که در لشکر مرکزی دوشنبه برگزار خواهد شد. ادامه حمله با ایشو که فلوبوزان دسته فایزکند محسین عبدالغفارف پاس با کناری چپ ارسن اباما پرتوبی و بجریمگاف و پرنس ارتور توب رو بیرون کرد و موفق هم شد. حکمتلو رسولوف و از پای عبدالخالی برونوف فیمتگری دسته فایزکند علیموف توب رو میگیرد و حمله دسته فایزکند رو میتوانست انجام دید اگر پسش از حمایتگران تیم ریگارت هداس میگذشت ولی موفق نشد. المرودوف پرنس آرتور خرایف پرتوبی خیلی هم بلند با خط حمله اینجا نوردین همراه قلوف ولی نتوانست حمله رو خوب انجام دهد. بازینگر رقم 30 دسته خطلون علیموف با تو بازینگران ریگارت هداس ادامه حمله رو میبینیم با شکل اونها حکمت رسولوف ولی پاس رو میگیرن فلوبوزن دسته فایزکند پارتو با کناری چپ و این پاسی خطو از جانبی بازیگری دسته فایزکان دیده می شود. رسول فایزف شهرت المرودف بوسان فایزف پارتو با کناری چپ خیلی پارتو بی بلند بچه ریمگو حکمت رسولوف فایزف شهرت المرودوف یک پرتو با جانب فریدون دولتوف فلو میبینیم که این بوزینگر چگونه حمله رو ادامه میدید. پس 8 دقیق بود با عبدالخالی برونوف ادامه حمله ریگارت رو میبینیم و پرتو بی برونوف برگردنده میشود. ادامه حمله دسته ریگارت هداس و ضربه شهرت المرودوف در دقیقه نهمی رقابت خطا هم بود. ضربه چندان خوب اجرا نگردید از جانبی شهرت المرادوف و در زبان گیبیکو پراسپرون رو داشته گرفت. خب
خب بسیار عجیب است که در هایتی دسته فایسکانت و ریگارتا داست یعنی در هایتی هاردوی داستم در زبان های خوریچی یعنی لیگانی رو نردموی میکنند و حالا بس هم حالا ترسید است که متاسفانه در دسته های فوتبالی کشور در دسته های لیگای اولی در زبان های محلی خیلی و خیلی کم هستند بیاید توجه میکنیم با ایدومه حمله دسته فایسکانت ولی ضربه که اجرا شده است سوی بزنگری رقم سیوم آرتور بوگنان خطا رفت و مشکلی در روزبان چند سال پیش هم در فوتبال ما یک پرابلم اساسی بود البته برای شما نشدن با تیم منتخب زمانی که تنها علیشر تویچیف یک در روزبانی با مهارت فوتبال کشوری ما بود و بعدا علیشر دودوف و همین گونه حالا چنین وضعیت روبرو شده ایستاده است ببینید که با تیم ملی حالا سرمربی تیم منتخب در روزبان از دسته خوجانشاورو قرغیزبویف رو دعوت کرد نوردین حسانوف در روزبان دویمی دسته استقلال و البته سوالها هم در مورد اون که چرا در روزبان کلوب مرکزی ورزش ارتش دعوت نشد سوال خوجا یوسف هم زیاد میشود اما ببینید که در روشن در روزبان از خوریج فایسکان در روزبان از خوریج ریگارتا در روزبان از خوریج کشور هستند معلوم شد که مکتب در زبان های ما هم چندان خوب و رشد میکنه ولی دومه حمله دسته ریگارد ولی به نتیجه و دسته اسخاتا هم اینجا همطور من در نظر نشسته است و اشاره میکند این البته ولادیسلاو شفچنکا است که در زبان دسته اسخاتا میباشد من بسیار هستند در زبان هایی که در دسته های فوتبال کشوری ما هستند در زبان های اساسی پرتاب شورت المرادف به نتیجه و فول بزن ریگارتا دست می تواند حمله رو ایدوم هم بیدین فایزوف اینجا انا اینجا امکانی ضربه زدن بود برای رسول فایزوف ولی او پاس داد و هم دسته هایش و همین طور حمله ریگارتا دست خطا رفت بینند های عزیز زفرجان اکبر علیف محمود پیروف ارسن اباما خیلی خوب بازی میکنند در کنار چپ این بوزینگر پرتوبی او با عوض خمچین ولی توبرو پرینس آرتور از میدان زده بیرون کرد حمایتگری دسته ریگارتا دست علیموف محمود پیروف نوردین همراه خلوف با او فشار آورد و توب رو گرفت فایزوف پرتوب با فریدون دولتوف ولی در زبون باید با پیش برای از و همین طرف هم میشه در زبون با پیش برای آمد و این وضعیت رو رفع کرد آرتور بوگنان از مرکز میدان پرتوب با آرسن اباما امکانیت ادامه دادن حمله برای فولبوزون فایزکان هست بوگنان پاس با کناری راست میدان مصطفی ملک شویف ولی او با توپ رسیده نمیتواند تیم ریگارتا دست بیننده عزیز در موسم امسال چمپیونات مملکت تنها دو دفعه پیروزی به دست آورده است در سه بازی دسته به نتیجه مساوی رسید و پنج بازی رو باخت ادامه حمله ریگارتا دست از کنار میدان حکمت رسولوف ولی خیلی ماهرانه محمود پیروف با او امکانیت نداد یعنی برطرف کرد این حمله رو محسن عبدالغفاروف گزارش بسیار خوبی او ولی قاعده بازی از جانب رسول فایزوف وایرون گردید از جانب رسول فایزی فایرون گردیم مقابل محسین عبدالغفاروف بیاید توجه میکنیم با لحظه تکرار دو نفر رو خیلی خوب گذشت و نفری سیوم او رو از پای زده افتونید ولی دوبار این لحظه رو به آگاهی موند این قویده وایرون کنی سیوم از جانب ریگارتا دست بود اگر خطا نکنم خب ماه ایون البته بسیار
مرکای مهم ورزشی خود در تاجیکستان اوید به فوتبال خود بیرون از تاجیکستان برگزار می شود. برای همین غیر از اون که تیم ملی مو در جام کافا در ازبکستان اشتراک می کند، همچنین دسته منتخب المپیک کشور بین بازیگران 23 ساله در ورزشگاه تالکو آرینا تورسونزاده دو بازی دوستانه انجام خواهد داد. دسته رو مبین ارگاشف راهبری می کند و این یک مرحله آمادگی به بازی انتخابی جام آسیا است که ماه سپتامبر برگزار می شود. بازی انتخابی بین بازیگران 23 ساله و روزهای 15 و 19 ایون دسته منتخب ما با هنگ کنگ دو بازی دوستانه انجام می دهد و فکر می کنم بازیگران جوان هم بعد دسته جوانان کشور دعوت کرده می شوند. فشار می آورم فلوبوزون ریگارتاداس، اما به نتیجه مصطفی ملک شویف از مرکز میدان توپ را از دست می دهد. رسول فایزوف، یعقوب جان احمدوف، فلو پرتاب خیلی هم بلند و اینجا تنها نوردین همراه خلوف است که به او امکانیت داده نمی شود. از جانب محمود پیروف و توپ از میدان بیرون شد. خب غیر از این در ماه ایون بیننده عزیز اینچنین دسته نورسانی ما در جام آسیا اشتراک میکنند در کشور تایلند که از 15 تا 2 ایول ادامه خواهد کرد. در یک گروه دسته نورسانی ما با تیم های نورسانی عربستان سعودی، چین و استرالیا بازی خواهد کرد. حالا ادامه حمله دسته فایسکانت، محسن عبدالغفار و کورتیزار به یکون شک و شبه اینجا کورتیزار و پرنس آرتور نشان داده میشد برای این عمل کرد. خیلی خوب بازی دارد محسن عبدالغفاروف از کناری میدان و در دقیقه 17 رقابت اولین آگاهی در بازی امروز از سوی داور نشان داده می شود با حمایتگری مرکزی دسته ریگارتاداس. ضربه جریمه منفی برای بازیگران دسته فایسکان، پرتاب خیلی هم بلند ادامه حمله دسته فایسکان، ولی فلوبوزون ریگارتاداس این وضعیت رو رفع میکنند و حالا میبینیم که این با چه انجام میابد برای دسته مذکور. اونجا هم قایده بازی مقابلی دسته فایسکان ویران شده است. فلوبوزی رقم 77 انوشیروان نوروزوف معلوم میشود که آسیب گرفته است بعد از برخورده که با حکمت‌الله رسولوف داشت. شاید آسیبش جدی است، به این خاطر به کمک طبیبان نیاز دارد. خب حکمت‌الله رسولوف مبارزه برد با بازیگری در سیف ایسکان، به این خاطر بیاد بردگر میبینیم. شانه با شانه ها مبارزه بردند و بعدا یک حرکت حکمت‌الله رسولوف باعث بران شد که فلوبوزی فایسکان از پای افتاد و حالا معلوم نیست که حالتی بازیگری دسته فایسکان چگونه است و او بازی رو ادامه داده میتواند یا نه. دقیقه 19 بازی است بیننده عزیز. حالا هیچ یک امکانیت گلزنی برای دسته ها در داخل جریمه‌گاه پیدا نشده است و فلوبوزون فایسکان از مرکز میدان بازی را شروع میکنند. اکبر علیف، علیموف ادامه حمله دسته فایسکان و فلوبوزون دیگر تلاش را مبارزه میبرد. دوبار از کنار میدان اشاره میکنند که قاعده بازی اینجا ویران شده است در مقابل بوسینگری دسته ریگارتاداس. فایزوف، حکمت رسولوف و محمود پیروف توپ را از میدان زده بیرون کرد.
Hikmat Rasulov. Pato ba dokhili jarimagoi dast Faizkan. Fursat baroi Faizov. Vale buzinge raqami 7 dast regartada ast. Injo hoyde buzi ro vayron kard dar muqobili Anushervon Navruzov. Boz ham hamun buzingere ki chande pishtar jarohat bardoshta bud. Olu idomaya hamle da sayfa iskant. Bu zigaranı regarta da dar markazi maydon. Bakhtiyor Kalandarov. Partobi Ubakanoli çap. Fa Kortizar. Ba Akbarjon Zufaraliyev. Nişon da da meşuat. Барои амал карда ки дар муқобили бузингари дастаи регарта даст дошт. Биёд мебинем ба лаҳзаи такрор. Ва ин амал кард боис бар он мешавад ки довар корти зард нишон диҳад. Шояд нарасида бошад ба фулбузи регарта даст. Биёд таваҷҷӯҳ мекунем. Вале инҷо нарасидааст дар ҳолати такрор ва довар ба ӯ корти зард нишон дод. Хуб, зарбаи ҷаримавӣ. Ба фойдаи флобузони регарта даст. Лопартобро мебинем аз канори майдон. Абдухалил Боронов. Хели партоби баланд ва туб аз майдон берун мешавад. Бачун як имконати хубро бузингарони тими регарта даст истифода карда натавонистанд. Беҳтарин имконият буд. Мусин Абдуғафоров. Пас ба канори майдон. Вале бе натиҷа. Қараев. Файзов. Партоби хеле ам баланд. Ва туб аз майдон берун шуд. Партоби хеле ҳам баланд, вале ин ба ягон бузингари дастаи Файзкан намерасад. На ба Шавкати Ҳутам, на ба Аваз Хамчинов. Бахтиёр Қаландаров тавонист тубро берун кунад аз майдон. Ҳоло бузингарони дастаи Файзкан дар давоми 23 дақиқаи рақобат ягон имконияти голзанӣ ба миён наоварданд. Албатта бештар флобузони регарта даст талош карда истоданд ки имкониятҳои голзанӣ ба миён оранд. Қаландаров. Файзов туб дар ихтиёри бузингарони регарта даст. Имконияти идома додани ҳамла ҳаст. Фаридун Давлатов дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Файзкан. Партоби хеле баланд ва ин метавонист хафнок бошад. Дар дақиқаи 24-уми рақобат. Бубинед чӣ гуна фурсат буд ва албатта худи бузингари рақами 11 дастаи регарта даст ҳам мехост як партобе ирсол кунад то бузингарон аз он хуб истифода баранд. Аммо партобаш ҷониби дарвоза рафт ва тубрабоӣ ҳам бисёр олӣ буд. Ишора мешавад ки шояд он ҷо қоидаи бозӣ вайрон шуда бошад ва ин ҷо офсайд мегӯяд довар. Аваз Хамчинов метавонист ба хати ҳамла равад. Хуб, биёед мебинем ки ӯ дар офсайд буд ё на.
بسیار عجیب. از این لحظه خلاص برآوردن خیلی و خیلی دشوار است. پاس به کناری میدان. حکمت رسولوف. ارسال توپ با فریدون دولتوف. اولو میتوانست بارونوف حمله رو ادامه دهد. فایزوف. شهرت المرادوف. فیروز قرایف. پرتوب جانبی فریدون دولتوف. اولو بارونوف اکنون میخواهد حمله رو ادامه دهد. از کناری چپ عبدالخلیل بارونوف پرتوبی با جریمک گو فرصت برای ریگار تاداس حکمت رسولوف یک ارسالی دیگر مبارزه میبرد ارسن اباما حکمت رسولوف پاس با کنار شورت المرادوف ادامه حمله دست ریگار تاداس همراه کولوف وای ادامه حمله ریگار رو میبینیم و فریدون دولتوف اولو بوزم فایزوف ضربه ولی آفساید است اینجا فریدون دولتوف در حالت آفساید قرار گرفت بسیار امکانیتی خوب بود برای بازیگران تیم ریگار تاداس بیت ببینیم که اینجا دو بازیگر هم فریدون دولتوف و هم نوردین همراه خلوف مبارزه بردن گیبک و پراسپل با پیش برامند و کاری درست هم کرد اگر خطا نکنم بعدا خود رسول فایزوف ضربه زد ولی ضربهش چندان خوب نبود فریدون دولتوف در حالت نوبوسی قرار گرفت ولو وضعی در زمان دسته فایزکان چندان خوب نیست با او کمک اولیا رسانیده می شود خب برای دستو هم بسیار دشوار است بیننده عزیز در مدتی خیلی هم کوتاه بازی های خود را برگزار نمایند در دایره چمپیونات تاجیکستان و این حال نوردین داورانوف در اکران های ما و شما است بیننده عزیز بازینگری سابق دسته استقلال و همچنین تیم ملی کشور که امروز در بازی ریگار تاداس و فایزکان قرار دارد و همچنین چند نفر دیگر از بازیکنان تیم ملی اینجا هستند برای تماشای بازی اومدند من در همین وقت و ساعت بیننده عزیز برگزار کردن بازی ها بسیار مست و موافق هم هست از روی اقلیم حالا ادامه حمله دسته فایزکند ولی ضربه خطا زیرا که بعضی میدان های ما اومد شرایطی برگزار کردن چنین بازی ها رو در همین وقت ساعت ندارند البته و تنها ورزشگاه مرکزی و ورزشگاه شهر هیسور دارای چنین شرایط ها هستند که بازی ها می شود که بعد از ساعت 19:20 برگزار کرده شوند و این سال امکان بود یا خود قرار بود که در چند میدان دیگر از جمله میدان مرکزی شهر کلو و شهر خوجند دستگاه های روشنایی دهنده نصب شوند و این بسیار خوب می شود اگر چنین کار عملی می گردید ولی متاسفانه عملی نشد و بونید که ولایت خطلان هم یکی از منطقه های گرمترین تاجیکستان است از جمله شهر کلوب و آنها مجبور هستند در ساعت 17 یا 17:30 دقیقه بازی خود را برگزار کنند که این فکر می کنم برای بازیگران خیلی دشوار است من برای تماشابین هم در فصل تابستان خیلی گرم می باشد دقیقه 29 رقابت حالا پرتوب با عوض خمچینوف و بوسامو در حالت آفساید قرار گرفته است جو آفساید نبود عوض خمچینوف من در حالت آفساید قرار نداشت بیننده عزیز در این حالت اینا بر دیگر میبینیم کارگردان پورتر برای ما شما نمایش میدین از مرکز چگونه تو بیرسول میشود و معلوم میگردد که حتی از بعضی بازیگران دسته ریگار تاداس فولبوس فایزکند خفوتر میایستد و امکان هم بود که او به توپ رسد و با دروازه‌بان یک به یک برگرد
کوشی نباتی فوتبال بازانی میزبان. حالا ضربه از مسافه دور و این میتواند خفنوک باشد برای دروازه‌بان. همین طرح هم بود. ضربه جنوبی دروازه‌بان فایزگان اجرا گردید در دقیقه 30 رقابت. ضربه عبدالخلیل بورونوف ولی توپ از پهلوی دروازه بیرون شد. محمود پیروف فیروز قرایف تو باز میدان ساده بیرون کرده شد. آرسن آباما، محسن عبدالغفاروف، مالک شویف، آنشیرو نوروزوف بود است مزارات. رقابت برای گرفتن توپ ادامه دارد. حکمت رسولوف، پاس با کناری راست. Аут ба нафи дастаи Файзган. Мусин Абдуғафоров ارسالی تو با کناری راست مصطفی ملک شویف و تو را از دست میدید. این بازیگر ادامه حمله دسته ریگارت از رو میبینیم. فرصت هست برای اجرا کردن ضربه ولی آرتور بوگنان بسیار با یک مهارت بلندی تخریب کاری اش توانست تو را از پای بازیگر ریگارت از گیرد. آرتور بوگنان و وظیفه نیمه فیزدگران تخریبکار هم همین گونه است. باید در حال با حریف در رفتن و توپ را از پای او گیرند. علیموف حکمت رسولوف فایزوف خیلی هم بلند فرصت برای بوزینگرون ریگارت هداز. ببینید که چگونه امکانیت داشتن عبدالخلیل بورونوف و نوردین همراقولوف. بسیار امکانیت خوب برای اونها. بار دیگر توجه میکنیم با پرتابی که از کناری میدان ارسال شد. هر دو بوزینگر به توپ رسیدن نتوانستند با سر. محسین عبدالغفاروف اکبر علیف ادامه حمله دسته فایزگند. فرصت هست الان برای امکانیت با فوتبال‌بازان دسته فایزگند. شوکت یوتام تو باز میدان بیرون نشد. خیلی ماهرانه فوتبال‌بازان ریگارت از توپ رو گرفتند. شهرت المرادوف وای دومای حمله ریگارت از رو میبینیم. پاس با مرکز گزارش بسیار خوب عبدالخلیل بورونوف و محمود پیروف در زودترین فرصت توپ را از میدان زده بیرون کرد و امکانیت را بر بود. المرادوف بورونوف پاس با فریدون دولتوف ارسالی انجام داده بازیگر رقم 11 دسته ریگارت از بی نتیجه. دقیقه 35 بازی المرادوف فریدون دولتوف ضربه ایسیسو و تو با یک رستش با پای بوزینگری دسته فایزگان از میدان بیرون می شود.
مغلوبیت با ضربه کنجی بوشگی فلوبوزونی ریگارتا داست توجه میکنیم. از همین موقع فریدون دولتوف میخواست ضربه زند. حکمت رسولوف پرتوبی خیلی هم بلند و بازم ضربه کنجی این دفعه از کناری راست میدون. قرایف ضربه کنجی نواتی ریگارت داز رو با بوزی میدارد. پرتوب خیلی بلند با جریمه گو فرصت چگونه بود برای تیمی ریگارت داز و نوردین همرو خلوف از مسافه 2-3 متر نمیتواند توپ رو با دروازه وارد کند. بوری دیگر میبینیم بهترین امکانیت گلزنی ضربه او به زمین میرسد و بالاتر از دروازه از میدان بیرون میشود. پرتوب خیلی هم بلند با عوض خمچینوف ادامه حمله دسته فایزگاند خمچینوف و پرتوب بسیار خوب و امکانیت برای شوکت یوتن بود. اگر به ایس هم ضربه میزد بسیار فرصت خوب میشد برای کپیتان دسته فایزگاند. و اینجا شوکت یوتن کمی آسیب گرفته است از پای افتید و به کمک نیاز دارد. امکانیت خیلی خوب بود برای کپیتانی دسته فایزگاند. بیا توجه میکنیم چگونه عوض خمچینوف توپ رو زود به او ارسال کرد و او توپ رو نگاه میداشت و بعدا ضربه زدنی بود و اینجا عملکرد پرنس آرتور بسیار دغل بود در مقابل کپیتانی دسته فایزگاند. بختیار قلندروف پرتوب نادرستی او پرتوب خطرناک هم با بوزینگر رقم 21 اجرا گردید. حالا ادامه حمله دسته فایزگاند و ضربه چرمفی تو به دست بختیار قلندروف رسید بعد از پرتوبی که انوشیروان نوروزوف اجرا کردنی بود از کناری راستی میدان. خب بالا شوکت یوتن در نزد توپ بهترین امکانیت گلزنی برای فلوبوزونی دسته فایزگاند و میبینیم که این حمله با چی انجام میومد برای بازینگرانی مهمون. پرتوب خیلی هم بلند و ضربه بود این ضربه بسیار خوب و اولین ضربه فلوبوزونی دسته فایزگاند در دقیقه 39 شوکتی هوتام خیلی خفنوک بود برای دروازه‌بان کوای گوتسون. باز هم پاس با فریدون دولتوف ادامه حمله ریگار و توپ با پای بوزینگر ریگار تا دست رسیده است. ضربه کنجی نیست.
زیاد از 5 دقیقه دیگر باقی مونده است بیننده عزیز تا پایان نیمه اولی بازی بین دسته های ریگارتاداس و فایزگاند حساب 0-0 شده نشده است. محسین عبدالغفاروف خیلی خوب بازی میکنند برای نگاه داشتنی تو. و اشتباه میکنند نوشیروان نوروزوف، عبدالخالق بورانوف و زود هم عبدالخالق علیموف این وضعیت رو رفع کرد. پرنس آرتور حمله نواتی ریگارت هست. عبدالخالق بورانوف خیلی خوب هنردمایی میکند. حالا دولتوف بورانوف فرصت برای او و بهترین امکانیت گلزنی رو بورانوف در دقیقه 41 رقابت استفاده برده نمیتواند. یک با یک بود دروازه‌بان برآمد عبدالخالق بورانوف ولی از این امکانیت خوب استفاده برده نتوانست. حالا با تو بازیگران دسته ریگارتاداس و اینک میبینیم که چگونه فوتبالبازان دسته فایزگاند توپ رو میگیرند و همین حالا اکنون از خط حمایه مهمانان حمله خود را شروع میکنند. ببینید دو سه امکانیت گلزنی برای فوتبالبازان دسته ریگارتاداس بود اما آنها از این امکانیت استفاده برده نتوانستند. حالا آفساید نوبتی باز هم در حمله دسته فایزگاند با قید گرفته می شود در دقیقه 42 بازی. آرسن اباما، محسین عبدالغفاروف فیروز خارایف پرتاب خیلی هم بلند عبدالخالق بورانوف و تو با دست بازینگری دسته فایزگاند زوفر اکبرعلیف رسید است. بیاد پردگر میبینیم تو با دست بازینگری دقیقه میششی دسته فایزگاند رسید و همین طور داور ضربه جریمه‌ای تعیین نمود. بهترین امکانیت برای بازینگران میزبان فوتبالبازان ریگارتاداس خوب فیروز خارایف رسول فایزوف در نزد توپ قرار دارند و حالا میبینیم که امکانیت خوبی گلزنی را چگونه استفاده میبرند. داور اجازه میدهد. حالا ضربه قرایف و تو با تیری دروازه میرسد. بیننده عزیز بسیار امکانیت خوب بود و باز هم ضربه جوابی تیری دروازه کمک میکند با دسته فایزگاند. بیاد ببینیم حالت تکرار رو. خیلی ضربه سخت و تو با بالای دروازه رسید و برگشت. بهترین امکانیت گلزنی. بعدا باز ضربه دوم هم بود که در زبان اون رو داشته گرفت. امروز بیشتر امکانیت ها رو فوتبالبازان ریگارتاداس به میان آورده ایستادند اما از اون خوب استفاده نبرده ایستادند. پاس با کنار چپ ادامه حمله دسته ریگارتاداس فریدون دولتوف. دولتوف فلو امکانیت بسیار خوب برای بازینگران ریگارتاداس و این حالت برطرف شد. فیروز خارایف بوس حمله نوبتی دسته رو ادامه میدهد اما آرسن اباما با ضربه خیلی هم سخت توپ رو به پیش آورد اونجا که شوکت یوتام قرار گرفت. کاپیتان دسته فایزگاند مقابل پرنس آرتور است. شوکت یوتام
و پرتو باش جانوی جریمگو بختیار قلندرف این حالت رو رفع کرد. حکمت رسولوف، شورت المرادوف، استفاش بوزنگر بود شاید ندید. قرائف پرتو خیلی بلند و همرو کلوف سونی های بشمور باقی مونده است. پایان نیمه اولی بازی و تو باز میدان زده بیرون کرده می شود. اینک یک دقیقه ایلاوه کرده می شود با نیمه اولی رقابت بین دسته ریگارتاداز و فایزکان. بازی دوری 12 چمپیونات تاجیکستان. پرتاب خیلی بلند خرایف خیلی پرتاب بلند و کناری میدان محسین عبدالغفارف و همی ترسد اشتاکی دوبار از پویان نیمه اولی بوزی درک میدید. موسوی 0-0 قسمی اولی رقابت با پویان میرسد. امکانیت های دیگر از خیلی و خیلی زیاد بودند و اکنون با دست نفوس باز برمیگردیم با نیمه دومی رقابت بین دسته های ریگارتاداز و فایزکان. با ما باشید. بیننده عزیز و ارجمند به قسم دویمی بازی بین دسته های ریگارتاداز و فایزکان برمیگردیم. بازی دوری 12 چمپیونات تاجیکستان است و حالا در آغاز قسم دویمی رقابت در رده دسته ریگارتاداز اولین بازیگر ایواز می شود. تحت رقم 47 شیرزاد محمدیف با میدان می آید و او حکمت الله رسولوف را ایواز می کند. این تغییرات نخستین در بازی امروز است و اینچین شاید باز یک بوزینگر دیگر هم ایواز شده باشد و این تغییراتی نخستین اگر خطا نکنم در بازی امروز است در هیئتی دسته ریگارتاداز به حساب می رود و این حال بیننده عزیز حالا امود هستند دسته ها که بازی رو شروع کنند. رقابت دسته ها در قسم دویمی واخوری و ما منتظر میشیم که چگونه آغاز میگردد بازی بین دسته ها. قسم اول در عموم با برتری فوتبال بازان دسته ریگارتاداز جمع بست شد. خب بازی هم آغاز شد بیننده عزیز از مرکز میدان از جنوبی فوتبالزون دسته ریگارتاداز و بیاید اکنون در آغاز قسم دومی رقابت بالا توجه میکنیم به هیئتی دسته میزبان و همچنین دسته مهمان. خب شروع میکنیم اعلان هیئتی دسته رو از تیم فایزکان که به صفت مهمان امروز هنر نمایی دارد. در زبان گبکو پراسپر است حمایتگران مرکزی این دسته یک بار با 3 دفاعگر مرکزی بازی میکند. تیم فایزکان زوفرجان اکبرعلیف، عبدالخالق علیموف و محمود پیروف. از کنارها ارسن اباما از چپ، از راست مصطفی ملکشویف در مرکز میدان افاس ارتور بوگنون، انوشیروان نوروزوف، محسین عبدالغفاروف در خط حمله خوب شوکت اوتان و عوض خمچینوف مربی این دسته محمد علی صدیقوف است. خوب دسته ریگارتاداز در روزبان کوه گوتسون حمایتگران مرکزی آرتور پرینس وختیار قلندروف از کنار چپ یعقوب جون احمدوف از کنار راست کاپیتان دسته فیروز قرایف در مرکز راست اکنون بازی میکند شیرزاد محمدیف فریدون دولتوف شهرت المرادوف رسول فایزوف
و در خط حمله دو نفر عبدالخالق برومف و همچنین نوردین همراه خلوف اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته ارگار تداز بیننده عزیز فرهاد خولبکوف است که در گذشته در حیط این دسته فعالیت کرده بود. حالا بزنگران ارگار تداز بوز هم میخواند در قسمی دومی رقابت اون بازی که در قسمی اول نمایش داده بودن اون رو منظور کنند و لحظه های خوبی گلزنی رو استفاده نمند. اومان از بسیار امکانات های گلزنی فلوبوزونی میزبان خوب استفاده برده نتوانستند در قسمی اول رقابت. اومان امکانات برای بسیار از بوسینگران بود. خب رسول فایزف چند مرتبه دروازه رو نشان گرفت ولی موفق نشد. عبدالخالق برومف امکانیت داشت، فریدون دولتوف، همچنین فیروز خرایف آذربایجانی مبی که تو باتری دروازه رسید. اومد امکانیت خیلی و خیلی زیاد بود. خب در مقابل باختر قلندروف قاعده بازی ویران کرده می شود از جانب محسین عبدالغفورف. پاس با مرکز برونوف حالا فریدون دولتوف ایدومای حمله دسته رگر تداز فریدون دولتوف از پوی میافتد و اکنون بوزنگرونی فایسکان میخواند حمله خود را آغاز کنند اما موفق شده نتوانستند. فایزوف حالا در مرکز میخواهد این وضعیت را رفع کند. فریدون دولتوف در نزد جریمهگاه دسته فایسکان از پوی افتیده است و با کمک طبیبان نیاز دارد. همین حالا ببینید چگونه در مقابل فریدون دولتوف عبدالخالق علیموف رقابت کرد برای برطرف کردن این وضعیت و بوزینگر دقیقه 11 ریگر تداز از پوی افتید و معلوم گردید که او آسیب گرفته است در همین وضعیت. فرهاد خولبکوف در اکانهای ما و شما مربی دسته ریگر تداز و همچنین عبدالله عمربایف یاردمچی است. اگر روادو ریگر تداز در بازی هایی که زیر رهبری فرهاد خولبکوف نتیجه مثبت به دست آورد آنگاه رهبری دسته من فکر میکنم امکانیت میدهند به این مربی جوان که فعالیتش رو همچون سرمربی ادامه دهد. مثل که در کلوب مرکزی ورزش ارتش حالا شمس‌الدین قاسموف مربی این دسته است که بسیار نتیجه خوب رو به حیث سرمربی این دسته نشان داده استاد است. حالا بعد از چند لحظه فریدون دولتوف به میدان خواهد آمد. حالتش شاید چندان خوب نیست بازی رو ادامه داده میتواند یا نه حالا وقت نشان میدهد. فیروز خرایف پرتوب خیلی هم بلند امکانیت بود برای بازینگران دسته ریگار و اینجا حالتی افساید به قید گرفته میشود در حمله دسته ریگار تداز. فریدون دولتوف به میدان بر میگردد. بازینگر دقیقه 11 علیموف رسول فایزوف فردون دولتوف و بوس هم از پوی میافتد و اینجا اعتراض زیاد میشود. بوس هم فردون دولتوف از پوی افتید دومای حمله دسته فایزکان ولی توپ رو گرفتند بازینگران ریگار تداز. فردون دولتوف از پای افتید بیرون از میدان است و همین حالا ما میبینیم که چگونه در این لحظه مقابلیت با فردون دولتوف بود. اینجا خیلی بر وقت حالا گرگردان برای ما شما نشان دادن دیدن نتوانستیم و بازینگری دسته فایسکان اشاره میکند که او با فلوبوز ریگر تداز عموما نرسیده است ولی فکر میکنم که فریدون دولتوف دیگر بازی رو ادامه داده نمیتواند. اوسیب گرفت
گزینگری رقم 11 دست. علیموف دومای حمله دسته فیزگاند و مقابل شاکتی هوتا اولو خود بوزی ویرون کرده می شود. ایتونز بوزینگرون دسته ریگارتاد هم خیلی زیاد می شود. محسین عبدالغفورف پرتوبی با جایمگوی دسته ریگارتاد فرصت برای بازیگرانی فایزگان ولی تو باز پهلوی در روز از مایکل بیرون می شود و امکانیتی بسیار خوب پرتوبی محسین عبدالغفورف خیلی خوبی بود. اینجا تو با پرینس آرتور است اینجا دوار می توانی ضربه کنجی دید اما ندار پرتی ضرب می گوید پرینس آرتور. اگر کورتی زرد باشد این کورتی زرد دیو میشد باری و اگر خطا نکنم شاکتی اوتام کورتی زرد گرف یو پرینس آرتور چون بسیار نفهمو است. اگر بابوزینگری خطی دفاعی دسته ریگر تا دست بوشد این کورتی زردی دیوم می شود. اینجا دعوی بوزینگرونی فایزگان زیاد می شود. چرا کورتی زردی اینجا بکر گفت دوار و کورتی زرد با شاکتی اوتام بود و از کورتی خوش بود دیدن لحظه ای که قبلا بود چی بود بسیار رخ داد نفهمیدیم. اگر امکان باشد نشان میدن بسیار اولی می شود چرا کورتی زرد با بوزینگری دسته فایزگان نشون داده شد. این همون لحظه که بود اینجا بیاد میبینیم اینجا پرینس آرتور با شاکتی هوتام رقابت کرد اصلا خویده ویرون کنی شاید اینجا با قید گرفته باشد و کورتی زرد هم فکر میکنم شاید هرزنده بود این نمعلوم است به هر صورت اما تو با سری بوزینگری دسته ریگر فلاز از میدان بیرون شد. بحث خیلی زیاد می شود بیننده عزیز اینجا بوزینگر درجه دسته ریگر تداز اکبر بوبو مرادوف با میدون میاد بچه هم فریدون دولاتوف بوزینگر که چند لحظه پیشتر او سیب گرفت تخیلیتی دویم درجه دسته ریگر تداز انجام می شود و اکبر بوبو مرادوف اکنون در کنار چپ بوزی خواهد کرد و موقعش رو یعقوب جان احمدوف ایواز می کند به کنار راست می گذارد فیروز قرایف به مرکز می آید. ادامه حمله ریگر تداز شیرزاد محمدیف و ضربه او خطا می رود. شیرزاد محمدیف می خواست ضربه بزند اما ضربهش خطا رفت در همین لحظه. محمد علی صدیقوف در اکران های ما و شما واقعا هم قدم های نخستین محمد علی صادقوف است در جاده مربیگی و با هم برار میخواهیم که حالا در یک حالت بسیار دشوار وظیفه پرمسئول رو در دوش دارد بردوش دارد. بوتو محمود پیروف پرتاب خیلی بلندی و تو باز میدان بیرون شد. پرتاب خیلی هم بلند ادامه حمله دسته ریگر تداز و بناردین همراه قلوف فرصت داده نمی شود. دومای حمله دسته ریگر تداز اکبر بابو مرادوف ولی گبک و پراسپر تو با دوشته گرفت.
Boronov ولی ارسن اباما توپ رو میگیرد. حمله نواتی دسته رگارتاداس. دومای حمله اونها از کنار چپ شیرزاد محمدیف و اینجا فکر نمیکنم که قاعده بازی ویران شده باشد. عبدالخالق علیموف و توپ از میدان بیرون شد. حمله ادامه میکند. دقیقه 58 می رقابت. در حیط دسته فیسکن تالو هیچ تغییراتی انجام نمی شود. نفهمی میونی بازیگران. عبدالخالق علیموف، فیروز قرایف و اینجا شیرزاد محمدیف از پای میافتد. دوبار ضربه چلمی تعیین میکند با نفی فولبوزونی رگارتاداس. کورتی زرد و بوزنگری در خمی 97 دسته فایسکان نشون داده میشود. خب ضربه جریمه رو حالو میبینیم که چگونه انجام میشود. فیروز قرایف در نزدی تو پرتاب قرایف با جریمه گفت و گوکو پراسپر در زبانی دسته فایسکن توپ رو داشته گرفت. خیلی امکانیت خوب بود برای بوزینگرون دسته رگارتاداس. اکنون حمله جوابی دسته فایسکن. آرتور بوگران، محسین عبدالغفوروف توپ را به بوزینگرون رگارتاداس. نوردین همراقولوف، رسول فایزوف، شیرزاد محمدیف، اکبر بابامورادوف. شیرزاد محمدیف از کنار چپ پسیو بسیار همولی زود بوزینگرون رگارتاداس حمله را آغاز میکنند و امکانیتی خیلی عالی در دروازه‌بانی دسته فایسکن بهترین حرکت را انجام میدهد. خیلی پرتابی بلند بود و دیدیم که چگونه در این لحظه همیگونه وضعیت رو برطرف کرده توانست. دروازه بند و بعدا تو با محمود پیروف هم رسیده است. (تصفيق)
Շակատիո տամ, կապիտանի դաստեր Վայսգանդ, շերի խուպ ու համլովի անուշերվոն նավրուզով մուզիկ արդանդ, արդուր բոգնանդ, համլովի դաստեր Վայսգանդ, դողոն է կնատ, պասպա կնորի ռոս, Մուստավո Մալիկշոև, վալե բուզինգերի մասկուր, նա տավունի ստուգրոյի դորա կնատ, վակնում համլովի ֆուտբոլուզին ռեգատադա զողոզ միշվար, Աբդուխալի Բորոնով, Բորոնով, սյորը իմքոնյատի խուպ, պասի ու բաճարի մագով, վալ է կասենիստ, դար ին լահզակի, համին գնա պասի խել է խուպրով, խաբուլ կնատված արբարով անջոմ դիհատ, ասոլ վայսով մուսին Աբդուխալով ասպոյի մի ավտոնատ, Alimov. Idomai hamle Regar Tadas. Pas bakanori Ross. Firuz Karayev. Fursal hasbari Regar Tadas. Parto biu. Va bosam kase batub rasidana metavunat. بهترین امکانیت های گلزنی برای ریگارد هداس خیلی فشاری زیاد دارند فولبوزن دسته ریگارد هداس اما نتیجهش نومالدم Шурадель Мурадов. Акбар Бобо Мурадов. Амлей Наватида Сей Регард Адас. Шерзод Махаматиев. Волейбол Зингерда Камина Авдо Хафти Файскан. Хелехов Мбуризоми Барат. Тубрабой Малик Шоев. Партоби Ушав. Хати Хотам. Логос Сурати Балан Бату Мерасат. و حمله دسته فایسکان ایدوم خواهد کرد از کناری رستم ایدوم پرتوبی شاکتی اوتان فرصت برای محسین عبدالغفارف ولی توپ را از اون میگیرد یعقوب جان احمدوف قصیو هم خطا ولی هر دسته یکی بیشتر در خط حمله موفق باشد میتواند با پیش بره مانیچویف پسی خطا اکبر بابا مرادوف حمله نواتی میزبونون خیلی پرتو میبلند رسول فایزوف اگر ریگارد هداس در بازی موزا موفق شود و سی خول با دست آورد یکی اکبر اونها یک زینه بلو میروند و اگر نتیجه مساوی باشد دسته در موقع خود قرار خواهد گرفت و اگر فایزکان غلبه کند فایزکان میتواند دو زینه بلو رود به خاطر پنج دسته اول میتواند شامل شود دسته فایزکان برای همین برای هر دو دسته بسیار مهم است امروز با دست آوردنی نتیجه در کاری ضربه جریموی برای فولبوزن دسته فایزکان محسین عبدالغفاروف بیاید ببینیم زنبای محسین رو پرتوبی خیلی هم بلند و فرصت برای فروزون فایزگان اما
Зуфар Акбаралиев ضربه رو خوب اینجان کردن نتوانید شد پرتوب خیلی بلند بود و این خاطر لیگنر ازبکستانی دسته فایزکان موفق نشد المرادوف محمدیف پرنس آرتور بازیگذاری خوبی فلوبوزن دسته ریگرتا دست و محمود پیروف توب رو زود از میدان بیرون کرد تو خف و خطر برطرف شود شوراد المرادوف اکبر بابا مرادوف و بسیار بازیگذاری خوبی فلوبوزن ریگرتا دست موقعیت شوراد المرادوف پرتوب بلندی و امکانات برای فیروز قرایف ضربه و چگونه فرصت بود برای فیروز قرایف بهترین امکانات گلزنی برای ریگارتا داست ببینه شوراد المرادوف چگونه چند نفر فریب میدهد وردی جریمه گو میشود پرتوب خوب اما ضربه از جانب کپیتان دسته به نتیجه به انجام میرسد بهترین فرصت گلزنی را کپیتان دسته ریگارتا داست استفاده کرده نتوانست بختیار قلندر توپ رو از میدان زده بیرون کرد محمد علی صادقوف فکر میکنم نگران است از بازی دست برقرارانش گبکو پراسپر اکبر بوبو مرادوف ادامه حمله ریگارتا داست فرصت از کناری راستی میدون پرتو بچری بگو برونوف پاس اما چیکار میکنند بازیگران ریگارتا داست برونوف ضربه او ولی به نتیجه خیلی زیاد تلاش کرده ایستادند بازیگران ریگارتا داست ببینید چگونه امکانیت بود ابوخالی برونوف اندکه پاسی نادرست داد و بهترین امکانیت گلزنی از دست رفت حالا دو بازیگری در سای فایزکان توصیب گرفته است این همون حمله‌ای که دسته ریگارتا داست آغاز کرد از کناری راست میدان بازیگری که اوسیب گرفته رایت دسته فایزکانت از میدان بیرون میشد و بعد از چند لحظه به میدان ورود خواهد شد Thank you.
Арсен Обама. آن دکم تلاش کرده ایستادن بزنگردون دسته فایز کن ولی امکانات های دسته ریگرتاد است خیلی و خیلی زیاد است. پرتوب جونوی شوکتی اوتان ولی کپیتن دسته فایز کن پا تو نرسید در همین لحظه. بوسی دیگری که در همین دف برگزار شد بینندگان عزیز با اشتراک که همین روز اسخاتا و حسیلوت با نتیجه 2-1 و فایده دسته اسخاتا به انجام رسید. اکنون در جدول مسابقه تو بوزی های دیگر اسخاتا که در میدان خود غلبه رو صاحب شد باز با سینه دومی جدول برمد تو بوزی دسته اسخاتا روشن. بیننده عزیز بوتو بازینگران دسته فایز کن عبدالخالق علیموف پرتوب خیلی بلند و کوهی گوتسون این وضعیت رو رفع میکنه. کوهی گوتسون همین حالا هم دسته های خود رو میجوید و باید حمله دسته ریگار تاداز اوغوز میشود از کناری راست نوریدین همراقولوف و توب از میدان بیرون گردید. فیروز خرایف پرتوب با احمدوف یعقوب جان ارسال توب به جریمه دسته فایز کن فرصت برای بوزینگران ریگار ولی بوز هم بی‌نتیجه. ادامه حمله ریگار تاداز المورادوف شیرزاد محمدیف پاس به مرکز رسول فایزوف فیروز خرایف از کناری راست پرتابی خیلی بلند زوفر اکبرالیف توب رو بیرون کرد دقیقه 75 بوزی ادامه حمله دسته ریگار تاداز ولی به نتیجه. احمدوف یعقوب جان فیروز خرایف پرنس آرتور پرتوب خیلی بلند و اکبر بابا مرادوف و توب رسیده نمیتواند. فرخاند خولبیکوف اولو در مرز میدان نظاره میبرد مربی دسته ریگار تاداز. واقعا او در گذشته یکی از بوزینگران خوبی دسته ریگار تاداز در کناری چپ بود و پای چپ بوزی میکرد و بسیار فوتبالی تیز حرکت بوزینگری که خیلی تیز علاقه فکر میکرد در موردی پاس دادن یا برطرف کردن وضعیت ها و چنین بوزینگر حالا در ریگار تاداز نمیرسد. فیروز خرایف پرتوبی خیلی بلند جانب شورت المرادوف امکاناتی نباتی برای دسته ریگار تاداز المرادوف پاسیو با کنار اکبر بابا مرادوف ارسالی توب ولی توب روست و دستی در زبون هوا داده می شود. و گبکو پرسپر این لحظه رو برطرف کرد. بسیار بازیگذاری خوب هم بود اما پرتوب موفق انجام نشد با جریمه گل اونجا که بازیگران خط حمله ریگار تاداز قرار داشتند.
شوراد المرادوف در یوته دو نفر بود به این خاطر موفق نشد برای پاسی عمیق انجام دادند اکبر بابو مرادوف و شیرزاد محمدیف هر دو موفق نشدند اکنون از ساکسول حمله ها بزنگران دسته فایسکن کور گرفته شدند شوکتی هتام گزارش بسیار خوب از دیفوگری دسته ریگارت اداس تو گزاری نظرات خود میگیرد آرتور بوگنان و مالیک شویف اینجا خویده بوزی ویرون میشوند توپ در اختیار بوزینگرانی فایسکان بود دوبار میتوانیست اجازه بدید برای حمله ولی صدای شتکی خود رو بلند کرد و ضربه جریمه‌ای تعیین کرد با فایده دسته فایسکان خوب بیاید میبینیم لحظه تکرار رو شوکت اوتام بسیار خوب بوزی کرد با توپ پس با آرتور بوگنان و بعدا او رو اکبر بابو مرادوف از پای افتونید Хупало Мухсин Абдугафоров. در نزد توپ ضربه چلموی برای بوزینگران دسته فایسکان ضربه محسین و توپ بلندتر از دروازه از میدان بیرون می شود خب بوزینگر عوض می شود عین حال حجی اکبر اوزوقوف سابق بوزینگر ریگار تداس در رایت دسته فایسکان به میدان میاد و او مصطفی ملک شویف رو عوض می کند او قبلا در رایت دسته ریگار تداس بوزی می کرد و حالا باشد فروزی فعلی تیمی فایسکند است در رایتی دسته ریگر تداست هم فکر میکنم بوزینگر ایواز خواهد شد آوت بود رسول فایزوف بختیار قلندروف ده دقیقه دیگر باقی مونده است و اینجا قویده بوزی مقابلی بوزینگری فایسکان ویرون شده است خب آرش شلدوری به میدون میاد تحتیه رقم 31 در رایت دسته ریگر تداس و او رسول فایزوف رو ایواز میکند تغییرات نوبتی توجه میکنیم با حمله دسته فایسکان فرصت برای اونها ولی به نتیجه ضربه کنجی برای بوزینگران فایسکان نوروزوف پرتاب خیلی هم بلند و در یک لحظه بسیار دشوار کوهای گوتسون توپ رو داشته گرفت ببینید چگونه حالت خوب رو در روزبانی دسته ریگر تداس انجام داد محسین عبدالغفاروف و جکبر اوزوخوف و توپ به دست بوزینگری دسته ریگر تداس رسیده است Пока! Пока, Сапубио, эй! Сапуб!
محسن عبدالغفاروف امکاناتی دوم دادن حمله هست ولی پسی خطای محسن عبدالغفاروف بهترین امکانیت برای بازیگران دسته فایزکند شوکتی اوتام پسی هم نودروس دوم حمله ریگارتاد است و هم دیگر فهمی بازیگران ریگارتاد است خوب نبود در این لحظه و موفق شده نتوانستند آنها امین الان اشاره می شود که چون یک برخورد وشک شهرزاد محمدیف و جاکبار او زوقف بود فیروز خرایف در نزد توب پرتوبی او با جلمگوی دسته فایز کند ولی توب بیرون کرده شد وقت خیلی کم باقی مونده است 6 دقیقه دیگر تو پایان وقتی اساسی بوزی اکبر بابا مرادوف خلیق علیموف و حالا بازیگران ریگارتاد است در لحظه اخیرین رقابت باید انگیزه نشان دهند و تلاش کنند که برای آنها این بازی خیلی و خیلی مهم است دومای حمله دسته فایز کند پرنس آرتور شوراد المرادوف شهرزاد محمدیف المرادوف یعقوبجان احمدوف ادامه حمله دسته ریگارتاد است فرصت بود برای عبدالخلیل بورونوف اما این امکانیت رو حمله کردی دسته ریگارتاد است خوب استفاده برده نتوانست پراسپر ضربه خیلی هم سخت با مرکز انوشیروان نوروزوف فیروز قرایف زوفر اکبر علیف ارسن اواما انوشیروان نوروزوف پسش واقعا هم نگذاشت فایزکند امسال بسیار بازی خوب در سفر هم داشت مثلا نتیجه مساوی با کلوب مرکزی ورزش ارتش داشت در سفر در موسم امسال همچنین مقابل حوصلات نتیجه مساوی داشت در سفر و
و باز میتونیم بازی دیگر رو برای این دسته هم نام گیریم. مقابل دسته خوجان هم اونها نتیجه مساوی داشتن در سفر. ادامه حمله دسته فیزگان فرصت برای اونها، ولی این وضعیت رو رفع میکنند و حتی ریگارد تاداز رو دسته فیزگان در میدان خود بسیار 5-1 زد، مغلوب کرد ریگارد تاداز رو. سوبی کلون با قید گرفته شد. این بازی 29 اپریل برگزار شده بود و ریگارد با نتیجه کلون با باخت روبرو شد. فایزکان در کمترین بازی ها در سفر شکست خورده است. در موسم امسال یکی از اون باختهاش مقابل اسخاتا بود. بسیار 1-0 مقابل استقلال 2-1. این نوبتی دسته فایزکان به نتیجه مقابل روشن بسیار 4-0 فایزکان شکست خورده در موسم فعلی چمپیونات. اکنون میبینیم که مقابلی دسته ریگارد تاداز چی نتیجه با دست میآورد. 2 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی. شیرزاد محمدیف امکانیت ادامه دادن حمله هست. شورادیل مرادوف بسیار فرصتی خوب. پیروف و باز یک بازینگری دیگری دسته فایزکان آسیب گرفت. شیرزاد محمدیف فرصت برای ریگارد تاداز. شیرزاد محمدیف اما ببینید که زوفار اکبرعلیف بسیار خوب بازی کرد و این وضعیت خفنوک رو برای دسته فایزکان برطرف کرده تمونیست. گزارش خوبی شیرزاد محمدیف، اما در لحظه آخرین دفاعگر مرکزی دسته فایزکان تمونیست این حالت رو برطرف کند. آوت به نفع دسته فایزکان. پولو میبینیم که دو بوسینگر در رایت دسته فایزکان با میدان میآید. بوسینگرانی کرسی احتیاطی این ها حمزه جان احتموف و همچنین محمود شفیف. و 4 دقیقه لوا کرده شد. بیننده عزیز با زمانی اساسی رقابتی دستای ریگارد تاداز و فایزکان. خب حمزه چون احتموف با جوی انوشهر و نوروزی با میدان اومد و بازینگری رقمی 23 محمود جون شفیف باشد. حالا کی رو ایواز کرد؟ خب همین حالا او عبدالخالق علیموف رو یواز کرد. بازیگر رقم 97 رو. موفق نمیشون بازیگران دسته ریگارد تاداز برای انجام دادن او آغاز کردن حمله. معلوم میشود که روز بچه نیمگاه یوستول کرده میشود و اونچه که بوزینگران قرار دارند. ارسن واما کوشش میکند که این کار رو زود انجام دهد. حالا میبینیم پرتابی او بچه نیمگاه یوستول میشود. رقابت برای گرفتن توپ و شوکتی اوتا موفق شد. ارسن واما خیلی خوب بوزی میکند. حالا پرتابی او بچه نیمگاه ولی به نتیجه و همین طرف در زبان کوهی گوتسون توپ رو داشته میگیرد. زیاد از 2 دقیقه دیگر باقی مونده است.
تو همین هم مربی دسته فایزگان محمد علی صادقوف یک تکتیکی رو براه موند که در مقابلی بوزی حجومکوری رگرتده است تو بوارده تاونست تو همین دقیقه ها بلو وقت است و بسته بخلوصه براوردن چونکه دو دقیقه دیگر دسته ها در اختیار دارن آرش شلدوری و حالا تمام بازیگران در سری گرتاد است با داخلی جلیمگوی تیمی فایزگان میرون و تنها پرینس آرتور ضربه جلیمگوی رو ارسال خواهد کرد پرتوبی بلندیو تو بیرون کرده شده است جلیمگو اکبر بابا مرادف ارسالی تو با جلیمگو فرصت هست و ضربه کنجی نیست میگوید دو بار دقیقه آخرین بازی است بیننده عزیز ثانیه های با شمار باقی مونده است تا پایان این رقابت رقابت برای به دست آوردن تو اگر فایزگان 14 امتیاز به دست آورد یک یک برون یک دینا بلو می روان تا بازی های دیگر اگر تا دست باشد در موقع خود قرار خواهد گرفت و همین طرف وقت ایلوگی هم بانجوم رسد بازی با نتیجه مساوی 0-0 بانجوم رسید بازی دوری 12 هم یعنی دسته های رگرتاد از و فایزگاند و همین طرف دسته ها امتیاز رو میانی هم قبول کردن در دو بازی موسم امسال فایزگاند از رگرتاد از 4 امتیاز گرفت این البته کاری خوبی مربیانی یعنی این دسته با حساب می رود بیننده عزیز گزارش ما بانجوم رسد از بازی دسته رگرتاد از و فایزگاند که در ورزشگاه مرکزی شهر ایسول برگزار شد بابا خلموز در شاره این بازی و جمعی همکاران هم که بازی رو از دوری 12 همی چمپیونات مملکت منظوری شما کردن سیادتمند و پیروز باشه خیر.